الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان عزيز إن حديثة كي ما إمروز وشم هم يرسانهم إن بايات بحيات ما جاگر شوات بعضي خاص صفاته هست كي رسول خدا از همون صفات باید مؤمن دور شود که عوضی دور نشدن از همون علت و انسان روز قیامت از شفاعت رسول خدا بنصیب میمانده است. رسول خدا مرحمت میکنند. قال رسول صلی الله علیه و سلم ابغض الرجال الی الله تعالی علی ذو الخصام. یعنی مرحمت میکنند که آن حضرت به پروردگار در مردهان در پروردگار غضبش می آوردگی مرد آن مرد کی و انسان انده علی ذو الخصام یعنی و انسان اوچ گرفتنش کی نکردنش از دیگه ها حق خودش گرفتنش انده و انسان سخت می استد. اصلش مومن آدم از پروردگار دانستگی انسان یک حاله پروردگار با توکل کرده پرتافته دیگه این انسان های وی کار کرده که شبه دامنگیر نمی شود. یک حالی و این انسان با یک برادرش سبب شده گری از وی باید مومین آدم اوچ نگرد. اگر و این انسان با مثل همون این انسان مرساندگی ضرر می رسانم گوده گری باید و این انسان احتیاط شود که از آن انسان ذره بسیارتر حلکت کرده ماند این حال اندوی به همین کرده کارش پروردگار غضبش به روبرا می شد. چونکه ما مؤمنان هر حال ما به تقدیر خدا بدنش به ایمان آوردگی ما البته همون حال از پروردگار می دانیم. یک انسان سبب شدنش به تقدیر خدا نبودنش می دانیم و همین به نسبتا حیات میبرم. در قلب ما نسبت یک انسانی بیگانه از سبب یک خطایی برای ما کردگیش کینه نگه داشتن ما حق هوا انسان به قلب مانده غرضی بعدی شدنش این مایا ایمان مایا ضعیفش به اشاره میشده است. برای جنت باشد ایمان ضعیفی کتی و ایمان ضعیف رسیدن نمیتونیم. باید ایمان مستحکم ایمان با قوت را از پروردگار پرسیم و آن عملی که از قلب ما ایمان ما ضعیف کرده ما سبب میشود یا که از قلب ما ایمان ما برآمدنش به سبب میشود باید از پروردگار پناه طلبیم که پروردگارا من به تو قلب خودم را میسپارم که قلب ما از کینه و عداوت ها و دیگر از علت هایی که ما بین من و تو دور میکند از هوای پناه دور کنند و میپرسم گفته باید دعا کنیم.